برادر غم خو شکر خدا سلام عرض شد. سلام علیکم قربان، خیلی خیلی خوش آمدید. متشکرم، خیلی ممنون. هستم در خدمت شما قربان. سپاسگزارم. ببخشید شما پیش خدمت این کافه هستید؟ البته قربان، بنده قبلا رئیس بودم، به واسه اینکه چند هزار درهم قرض بالا آوردم دیگر در خدمت شما هستم، ولی شما همون رئیس حساب کنید ما را. بسیار خوب. ببخشید جانم، من تشنه هستم. تشنه هستید؟ بله. خب اجازه بدهید اول کتتان را در بیاورم، سپس برایتان بیاورم. به کت من چه کار دارید؟ در بیاورم. ای بابا، به کت من چه کار دارید آقا؟ ول کنید آقا. آقا من گفتم که کتتان را در بیاورم، نوشیدنی که بیاورم خنک باشه، جیگرتان حال بیاید. خوبی به شما نیومده است قربان. نوشیدنی چه میل دارید؟ آب میوه، کاپوچینو، نسکافه، تمام کافه، شکلات، چه میل دارید براتون بیاورم؟ نه 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 متشکر، فقط لطفاً برای من یک چای بیاورید. خیلی ممنون. آره باشد، الان برایتون چای بیاورم. میگویم قربان، چه نوع چای میل دارید؟ مگر چند جور چای دارید شما؟ نفرمایید قربان، شما مگه کافه چند ستاره ما رو دست کم گرفته اید؟ مگر چند ستاره دارد این کافه؟ قربان، کافه ما قد ستاره های آسمان نیز ستاره دارد. البته دشو الان روز است، ولی ستاره اش نمایان نمیشه، ولی خیلی دارد. این را میدانن که خیلی دارد. ولی چند جور چای دارید شما؟ ما چای خیلی داریم. واسه این نیز منیوی ماست. چای گیاهی؟ نه. چای عسل؟ نه. چای نعنا؟ نه، به مزاج ما خوشایند نیست. چه مزاج باش؟ چای سبز؟ نه. چای زغالی؟ نه. چای باکا؟ نه. بیکا؟ نه. چای سوز؟ نه. بنفش؟ نه. قرمز؟ نه. صورتی؟ نه. سرخ؟ نه. مشکی؟ نه نه. بابا، اینها به مزاج ما خوشایند نیست. قربان، بنده متحیر ماندم با این مزاج جیشتی شما، چطور شما اینقدر درشت اندام نیست شدید؟ ای بابا با من اصلا بحث نکن، یک چای معمولی برای من بیاور. قربان، بله، از شما بعید است با این هیبت چای معمولی. خب حداقل یک چای گلپر میل کنید که برای اعصاب خوب است که ندارید. ضد جوش، ضد افسردگی، ضد لاغری، ضد مرگ و میر خوب است. جدن؟ بله قربان، ما این چای کلپری که خدمت عالی کلپر؟ ای بابا قربان، من رو هم دیوانه کردی. چای گلپر، چای گل... گلپری که خدمتتان عرض کردم از بلاد آن طرفی آوردیم. واقعا؟ آری، ولی بین خودمان بماند، اشانتیون خریدهای قبلی ماست، فقط ما را لط ندهید. باشد باشد، سپاسگزارم. ممنونم. ولی قربان، قربانتان شوم، عرض کنم که شما نمای نزدیک چقدر دماغتان کوچک و قلمی است. خیلی خوب، اگر این چنین است از همان چای گلپر برای من بیاورید. باشد. فقط قربان، چای گلپر با شیر باشد یا بی شیر؟ با شیر. با شیر. با شیر؟ آره. قربان، چه نوع شیری میخواید؟ شیر داغ، شیر سرد، شیر خشک، شیر قهوه‌ای؟ چه نوع شیری باشد؟ همون شیر داغ دیگر. شیر داغ باشد. چشم. قربانتان شوم، این را نیز نگفتم، این را بگویم دیگر تمام. شیر گو باشد، شیر گوسفند باشد، یا شیر بز، یا شتر، یا مرغ. شیر مرغ؟ شیر مرغ دیگر چیست؟ قربان، کافه ستاره ما را دست کم گرفتید. در کافه ستاره ما از شیر مرغ تا جان
آدمیزاد پیدا می شود. آری خیلی خوب، همان شیر گاو خوب است، برای من بیاورید. شیر گاو چشم، از سوی خدمتتان می رسد. فقط زودتر که من خیلی تشنه هستم. فقط سوال آخر از قربانتان شوم و سوال آخری دیگر سوالی ندارم. فقط عرض شود که این شیر گاوی که گفتید، شیر گو قطبی باشد، گو هلندی باشد، گو قبرسی باشد یا گو آفریقایی؟ و این را هم بگویم که گوهای ما 0 کیلومتر هستند، بدون رنگ، و اینکه از رنگهای طبیعی استفاده می شود برای شیرشان، و از بلاد آن طرفی، آن بلاد گلپرهایی که گفتم از بلاد آن طرفی آورد. هی بابا، اصلا من چای معمولی بدون شیر می خواهم. چشم به چشم، از سای خدمت کنم. فقط زودتر که خیلی تشنه هستم، زودتر. باز چی شده؟ قربان، ببخشید. چی شده؟ نیست، سوال آخریست. آن چایی که می خواهید که از شیر گو در آن استفاده نشود، خب حال بگویید، با شکر می خواهید یا بدون شکر؟ با شکر، با شکر لطفا. با شکر، چشم، از سای خدمتتون می رسیم. آری قربان، شکرش شکر زرد باشد یا سفید یا نیشکر یا قهوه‌گی؟ اصلا من یه لیوان آب میخوام، فقط یه لیوان آب به من بدی، من برم برای خودم. قربان، آب معدنی باشد یا آب سادی؟ هی بابا، اصلا میگم اصلا میشود از همین شیر لولی کافی شما من کاسه خودم را آب کنم، میشود یا نمیشود؟ بله قربان، البته عرض کنم خدمت شما که این لوله کافی ما ضد سرقت، ضد خش، ضد گلوله، ضد قار و همه چی است. البته قبلش عرض کنم خدمت شما قربان تون شوم، آن لولهی که گفتم ضد همه چیز است، از بلاد آن طرف بیاوردیم. و آن کاسی هم که میخواییم خدمت شما بیاوریم خیلی کاسه است. اصلا ببینم، آیا در این کافی انستاری شما چیز دیگری هست که از آن بلاد دیگر نیاورده باشند؟ نه قربان، چیز دیگری نداریم، همه از آن بلاد هاست. چطور مگر؟ بیا. بله؟ بیا، گفته باشم که نگویی نگفت. درسته، من بازرس کافجات این بلاد هستم. قربان، آی بازرس، من نبودم، دیگری بوده. نه اتفاقا خودت بودی. همین امثال تو هستند که چوب لای چرخ اقتصاد این بلاد میگذارند و بر بدنی اقتصاد این بلاد لطمه میزنند. همکنون من دستور میدهم اینجا را پلم کنند تا درس عبرتی باشد برای تو و ساجرین. بازرس، مگه قرار نبود مرا علت ندهی؟ با قرض هایم چی کنم؟ 10,000 دینار باید.